صحبت درباره رضا شاه همیشه واسمون یه چالش بوده، اونم به خاطر اینکه دو قطبی شدیدی دربارهش وجود داره. یه عده بهش لعن و نفرین میفرستن و بهش فحش میدن، عده‌ای هم اونو پدر نوین ایران میدونن و یه جورای اونو میپرستن. به خاطر همین همیشه از ساختن ویدیو درباره ایشون و دوره پهلوی شونه خالی میکردیم، چون بزرگترین چالش واسمون پیدا کردن یک منبع بی‌طرف بود و میدونید که معمولا تاریخ رو فاتحا می‌نویسن و بیشتر مواقع حکومتی که پیروز میشه درباره حکومت قبل خودش نقاط ضعف رو بیشتر نمایان میکنه، مثل همون کاری که پهلوی ها با قاجارها کردن و یا حتی بعد از انقلاب خودمون با سلسله پهلوی کردیم. ما هم به خاطر همین پیدا کردن چالش منابع بی‌طرف زیاد به این دوره نپرداخته بودیم، اما حالا دیگه کم کم میخوایم یه جورایی وارد این دوران بشیم و تصمیمی که داریم اینی که از دریچه نگاه خارجی ها به اون دوره نگاه کنیم. پس تلاش کردیم تا بگردیم و کتاب‌هایی رو پیدا کنیم که نویسنده‌های خارجی درباره اون دوران نوشته باشن، نویسنده‌هایی که زینف نبوده باشن و از خوب و بد کنار هم گفته باشن، یا به عبارتی تغییر حقایق سودی برای اونها نداشته باشه. بعد از کلی جستجو کسی رو پیدا کردیم که دوتا کتاب از حضورش توی ایران داره، کتاب‌هایی که دید خیلی خوبی از ایران اون دوره میده، کتاب‌هایی که نتیجه چند سال زندگی یک آمریکایی توی ایران دوره رضا شاهه، کسی که دوبار به ایران اومده بود تا به ایران توی امور مالی کمک کنه و یه سر و سامونی به امور مالی یا همون اقتصاد ایران بده، کسی که هم ابتدای دوره رضا شاه رو دیده بود و هم اوایل دوره بعد از رضا شاه، یعنی زمانی که رضا شاه خودش در تبعید بود، کسی که با وزیر و وزرا هم در ارتباط بود و به خوبی میتونست شرایط ایران و دولتش رو درک کنه. فکر میکنم شرحی که آرتور میلسپوی آمریکایی، یعنی همین کسی که میخواییم از نگاه اون به ایران دوره رضا شاه، یا بهتره بگم که به خود رضا شاه نگاه کنیم، خیلی میتونه به همون کمک کنه تا درک درستی از خدمات و یا کوتاهی های رضا شاه یا به قول عده دیگه رضا خان داشته باشیم. آرتور میلسپو، حقوقدان و کارشناس مالی آمریکایی، گفتیم که دو بار به ایران اومد. یک بار بین سالهای 1301 خورشیدی تا 1306 که میشه معادل 1922 تا 1928 میلادی، و یک بار دیگه هم بین 1321 تا 1323 یا به عبارتی بین سالهای 1942 تا 1944. اون بعد از هر بار سفر شرح کاملی از مأموریتش رو می‌نویسه. بعد از مأموریت اولش کتاب مأموریت آمریکایی‌ها در ایران رو می‌نویسه و بعد از مأموریت دومش هم کتاب آمریکایی‌ها در ایران، خاطرات دوره جنگ جهانی دوم رو می‌نویسه که خوشبختانه ترجمه هر دوتا کتاب هم به فارسی وجود داره. اما واسه اینکه بهتر صحبت‌های میلسپو رو درک کنیم، باید کمی از شرایط ایران و جهان توی اون دوره‌ها بدونیم. پس اول بریم سر وقت 5 سال اول حضورش، یعنی سال‌های 1301 تا 1306 خورشیدی. گفتیم که سال 1301 خورشیدی میشه معادل 1922 میلادی، یعنی 4-5 سال بعد از جنگ جهانی اول. یعنی هنوز توی اون دوره رسما حکومت دست قاجارها بود و وضعیت ایران آشفته بود و از لحاظ اقتصادی و سیاسی هرج و مرج زیادی هم وجود داشت. اون اوایل رضا شاه یه مدت وزیر جنگ بود و بعد تو سال 1302 هم نخست وزیر میشه. بعد با کمک یارانش مثل علی اکبر داور و تیمورتاش که قبلا دربارشون صحبت کردیم، توی سال 1304 به عنوان شاه ایران سوگند میخوره و بعد از اون هم توی اردیبهشت 1305 رسما تاجگذاری میکنه. یعنی میلسپوی آمریکایی تقریبا یک سال اول پادشاهی رضا شاه رو هم میبینه و بعد مأموریتش به پایان میرسه و از ایران خارج میشه. اما در حقیقت این پایان کار میلسپو توی ایران نبود. اون تقریبا 15 سال دیگه دوباره به ایران برمیگرده، یعنی درست وسط جنگ جهانی دوم، سالهایی که فضا برای نقد کارهای شاه قبلی یعنی همون رضا شاه باز شده بود و میشد راحتتر از اقدامات اون انتقاد کرد. راستش قصد نداریم که توی این قسمت جزئیات این دوتا کتاب رو بگیم، چون هم ویدئو بسیار طولانی میشه و هم مباحث متفرقه زیادی با وجود میاد. پس مثل همیشه میگیم که این ویدئوی خلاصه جایگزین خوبی برای خود کتاب ها نیست.
اما باز هم اگه حوصله خوندن کتاب ها رو ندارید، دکتر محمد فاضلی توی پادکست دغدغه ایران توی 4 تا قسمت تقریبا 1 ساعته درباره این دوتا کتاب صحبت کردن که لینک پادکست ایشون رو توی توضیحات واسهتون قرار میدم تا اگه جزئیات بیشتری نیاز دارید و حوصله خوندن کتاب ندارید به اون پادکست ها گوش بدید. این وقتی نیلسپو تو سفر اولش وارد ایران میشه، کشور اصلا وضعیت خوبی نداشته. سیستم زراعت به قول میلسپو شبیه سیستم زراعت توی قرون وسطا بود. به جز تریاک و خشکبار محصول عمده صادراتی دیگه وجود نداشت. جنگ جهانی اول تولیدات ابریشم ایران رو 90% کم کرده بود و صادرات پنبه هم تقریبا خیلی خیلی ناچیز شده بود. وضعیت حمل و نقل کشور داغون بود و هیچ نشونه ای از صنعتی بودن ایران هم به چشم نمیخورد. اما از اونجایی که میلسپو اومده بود وضع اقتصادی رو سر و سامون بده، بیشتر نگاهش و توضیحاتش توی این دوتا کتاب به همین مباحث بود و به طور خلاصه حرف اصلیش هم این بود که ایران اون دوره مشکلات زیادی داشت که باید حل میشدن و میلسپو عقیده داشت که میشه خیلی از مشکلات در بخش مالیه رو حلشون کرد، اما نیاز به برنامه‌ریزی‌های خاصی داشت. ولی واسه اینکه شرایط آشفته ایران رو بهتر متوجه بشیم، دوتا نقل قول رو از اون دوران میخوام بهتون بگم. با ورود میلسپو به ایران، یک روزنامه توی تهران خطاب به خود میلسپو مینویسه که شما آخرین پزشکی هستید که به بالین مریضی مشرف به موت آمده اید. اگر موفق نشوید مریض میمیرد، وگرنه زنده خواهد ماند. اما جالبتر از این جمله اینه، وقتی میلسپو میخواست به تهران بیاد، توی مسیرش توی پاریس میره پیش احمدشاه قاجار که رفته بود به سفر فرنگ. همونجا احمدشاه به صراحت به میلسپو میگه که جناب دکتر میلسپو، شما آخرین امید هستید. یعنی شاه ایران هم یک نفر دیگر رو آخرین امید ایران میدونست. خلاصه این جملات میتونه حس و حال فضای ایران و میزان انتظاراتی که از میلسپو رو وجود داشت نشون بده که انتظار میره میلسپو واقعا توی ایران شغل القمر کنه و این بار سنگین رو روی دوش میلسپو میذاره. اما میلسپو بعد از ورود به ایران و بعد از مدتی کار توی کشور متوجه میشه که کار بسیار سختی توی ایران داره. چون گفتم که اون اومده بود تا نظام مالیه رو سر و سامون بده، اما خیلی ها در برابر اطاعت از نظام مالیه منظم و نظمدار مقاومت میکردن و آمار اطلاعات هم خیلی ناقص بود و یه جورایی عملا نایاب شده بود آمار اطلاعات دقیق. جالبه میلسپو میگه ما، یعنی همون هیئت همراه آمریکاییش، بعد از کوشش و تلاش فراوان بالاخره نتوانستیم جز مقداری اطلاعات عمومی و گزارشاتی نادرست درباره امور مالی ایران مطلبی پیدا کنیم. بعدن با همه اطلاعات ناقصی که داشتیم مشاهده کردیم که وزیر مالیه ایران هم چیز بیشتری از ما نمی‌داند. درباره این جمله بهتره چیزی نگیم. ولی یه نکته دیگر رو هم بهتره بدونیم که تقریبا 15 سال قبلتر از میلسپو مورگان شوستر آمریکایی هم به ایران اومده بود و اونم قصد داشت که نظام مالی رو اصلاح کنه و در نهایت به دلایلی بعد از 8 ماه از ایران خارج میشه و اجازه نمیدن که به کارش ادامه بده. یکی از مشکلاتی که شوستر داشت این بود که حکومت مرکزی قدرت چندانی رو خارج از پایتخت نداشت و حتی شوستر برای گرفتن مالیات از ایالات و مناطق دورتر از مرکز دچار مشکل بود. اما توی دوره میلسپو رضاخان تونسته بود که قدرت و اقتدار مرکزی رو تا حدودی بیشتر کنه. رضاخانی که بعد از کودتای سوم اسفند 1299 وارد سیاست ایران میشه و با ورود میلسپو به ایران بهش میگه که مایل تا از قدرت نیروی نظامی برای پشتیبانی از برنامه اصلاحات مالی کشور استفاده کنه. چه زمانی این حرفا زده میشه؟ وقتی که رضاخان وزیر جنگ بود و نیروی نظامی رو کاملا در اختیار داشت. ولی توصیفی که میلسپو از اون دوران و شخص رضاخان داشت هم خیلی جالبه. میلسپو میگه شرایط جغرافیایی، سلسله کوه‌ها و صحراها و مشکلات حمل و نقل توی ایران باعث میشد تا نفوذ سیاسی دولت مرکزی در سرتاسر کشور به وجود نیاد و مملکت به صورت ملوک و طوایفی اداره بشه. یعنی توی هر منطقه‌ای شخص یا یک ایل اون منطقه رو حکومت می‌کردن و قدرت داشتن و یک نظم و قانون سرتاسری
عملا توی کشور وجود نداشت. میرسپو میگه که رضاخان تو چنین وضعیتی ظهور میکنه و شروع میکنه به گسترش قدرت مرکزی در سرتاسر کشور ایران. خلع سلاح کردهای آذربایجان، گسترش قدرت مرکزی تا خوزستان و خلع سلاح عشایر قشقایی و بختیاری و ترکمن از جمله کارهایی بود که رضاخان برای تثبیت قدرت مرکزی دولت انجام داد. کارهایی که خیلی هاشون رو قبل از شاه شدنش انجام داده بود. میلسپو درباره رضاخان اینجوری مینویسه، میگه که اون تنها شخصیتی توی مملکت بود که به جای تکیه بر پایه‌های لرزان سیاست و تفره رفتن و محافظه کاری معتقد به استحکام زیربنایی و استقامت و ثبات رأی بود. در ادامه هم میگه که رضاخان علاوه بر پشتیبانی نظامی از حمایت کامل مردم هم برخورداره و میتونه به عنوان یک سمبل طبیعی برای ایجاد وحدت ملی و ملیگرایی محسوب بشه. البته برای دلیل این محبوبیت رضاخان هم میشه شرایط اون موقع رو بهش اشاره کرد. شرایط آشفته‌ای که گفتیم بعد از انقلاب مشروطه توی کشور به وجود اومده بود و ناامنی و هرج و مرج زیادی به وجود اومده بود و توی اون دوران وجود داشت. این شرایط باعث میشد تا از اومدن رضاخان توسط مردم استقبال بشه و به طور خلاصه اگه بخوایم بگیم، میرسپو مینویسه ثبات و نظمی که در حال حاضر در ایران وجود دارد مرهون رضاخان پهلوی است و او با پیریزی محکمی مشغول بازسازی و تجدید حیات ملت می باشد تا با افزایش احساسات میهن‌پرستی در مردم بتواند آنان را در امور سازندگی اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی به فعالیت وادارد و به آرزوهای ملت جامعه عمل بپوشاند. تا به اینجای کار میلسپو از حمایت کامل رضاخان از تغییر و اصلاحات امور مالی میگه. اما بعدش هم اضافه میکنه که وقتی رضاخان نخست وزیر میشه دیگه اون حمایت کامل رو نداره. میگه حالا که خودش نخست وزیر شده دیگه دوست نداشت اصلاحاتی که مردم رو ناراضی میکرد اتفاق بیفتند، چون ترکش‌های نارضایتی مردم در وهله اول به سمت خود نخست وزیر پرتاب میشد و رضاخان هم این مسئله رو دوست نداشت. ولی با این حال هنوز با هیئت آمریکایی‌ها همراهی و همکاری داشت و اون حتی قبل از اینکه شاه بشه هم قرارداد میلسپو و هیئت همراهش رو تایید میکنه. میلسپویی که قرارداد 5 ساله با دولت ایران داشت، اما طرف این حق رو داشتن تا بعد از 3 سال اگه رضایت ندارن قرارداد رو فسخ کنن، که بعد از 3 سال دولت ایران قرارداد میلسپو رو برای 2 سال دیگه تمدید میکنه و میلسپو بعد از این تمدید برای یک مدتی میره آمریکا و دوباره برمیگرده برای ادامه قرارداد. بعضی ها عقیده دارن اون توصیفاتی که میلسپو از رضاخان داشته به خاطر این که میدونسته دوباره قراره به ایران برگرده و باید هوای رضاخان رو داشته باشه و به خاطر همین چنین تصویر مطبوعی از رضاخان نخست وزیر میسازه. گفتیم که میلسپو کارها و فعالیت‌های میهن‌پرستانه و ملی‌گرایانه رضا شاه رو یا رضاخان رو توی این کتاب توصیف میکنه و از حمایت همه جانبه اون برای اصلاح امور مالی و مشکلات کشور میگه. به هر حال این روایتی از رضاخان دوره اول کاری میلسپوه. اما وقتی مأموریتش تموم میشه و دوباره بعد از 15 سال برمیگرده ایران، این روایت تا حد زیادی تغییر میکنه. اما قبل از اینکه بخوایم روایت دوم میلسپو از رضاخان رو بگیم، حواستون باشه که ما توی این ویدئو صحبت چندانی از نحوه اجرای مأموریت میلسپو و مشکلاتش نکردیم و اینکه نظر بقیه کشورها مثل انگلستان و روسیه درباره حضور مستشاران آمریکایی توی ایران چی بوده را هم اصلا نگفتیم و به این موضوع ها هم نمیپردازیم که چرا ایران از آمریکا مستشار و مشاور استخدام میکرد و خلاصه اینکه این مسئله، یعنی حضور میلسپو توی ایران رو، گفتیم میشه از زوایای مختلفی بهش رسید و بررسی کرد که ما تمرکزمون رو میذاریم روی نظرات خود میلسپو روی شخص رضاخان و کارهایی که اون انجام داده. تمام توضیحاتی هم که تا اینجا گفتیم مربوط به دوره حضور اول میلسپو توی ایران بود، دوره که با گفته خود میلسپو اگه رضاخان و حمایتای اون نبود، میلسپو نمیتونست کارهایی که بهش سپرده شده بودن رو انجام بده. اما توی دوره دوم میرسپو دوباره توی دیماه 1321 در میان جنگ جهانی دوم و اشغال ایران با
به عنوان رئیس کل دارای استخدام میشه و به همراه 60 کارشناس آمریکایی به ایران میاد. دکتر مینسپو توی این دوره هم وظایف اجرایی بسیار زیادی داشت که این وظایف بر اساس قانون و مجلس به اون تفویض شده بودن و اجرای همین وظایف بود که دشمنای زیادی رو هم علیه اون به وجود آورد. این دشمنی ها تا جایی پیش رفتن که مجلس قبل از پایان دوره قرارداد اختیارات دکتر مینسپو رو لغو میکنه و اونو در نهایت مجبور به استعفا میکنن. مینسپویی که 15 سال پیرتر و کم حوصله تر هم شده بود و شدیداً هم به قانون پایبند بود. توی این دوره دوم حضور درگیری های زیادی با هیئت وزیران و مجلس و بزرگان کشور داشت و حتی بارها کار به پرخاشگری و مشاجره هم میرسه. اما در نهایت وقتی از ایران خارج میشه کتاب دوم خودش به نام آمریکایی ها در ایران رو مینویسه. کتابی که توی اون خلاصه ای از تاریخ ایران رو هم به خوبی نوشته و نکاتی رو بیان میکنه که واقعا واسه ما هم جذاب بودن. اما گفتیم چون موضوع این ویدئو رضا شاه از دید مینسپو فقط همین موضوع رو دنبال میکنیم و توی این کتاب میگیم که توصیفات مینسپو از رضا شاه کاملا تغییر میکنه و برخلاف کتاب قبلی سختگیرانه تر و بیرحمانه تر درباره رضا شاه مینویسه. اجازه بدید یک پاراگراف رو بدون کم و کاست از روی خود کتاب بخونم و بقیش رو به طور خلاصه راجع بهش صحبت کنیم و بگیم. از رضا شاه نمی بایست یک نقش محدود یا نقشی مطابق قانون اساسی انتظار داشت. او موجودی بود با غریزه های بدوی، بیره و بیاعتقاد به قانون که یک عده نوکر صفت و چاپلوس دورش کرده بودند و چند نفر کم جرأت و خودخواه به او نظر مشورتی می دادند. او از صمیم قلب و عمیقا از وضع نابسامان کشورش تکان خورده بود. به توانایی خودش اطمینان داشت و از اعتماد به نفس فوق‌العاده‌ای برخوردار بود. هیچ رابطه‌ای با انقلاب مشروطیت و هیچ رشته محکمی چه از نظر عملی و چه از نظر عاطفی با قانون اساسی نداشت. اما مینسپو هر جا از رضا شاه انتقاد می‌کرد کنارش یک ویژگی خوبش رو هم می‌گفت. یعنی رضا شاه رو سیاه یا سفید نمیدید و همه کارها و اخلاقش رو کنار هم قرار میداد. مثلا در ادامه همین پاراگرافی که خوندیم اولش میگه که گفتیم موجودی با غریزه های بدوی و بیرحم و بیاعتماد به قانون، اما بعد در ادامه میگه که از صمیم قلب و عمیقا از وضع نابسامان کشورش تکان خورده بود. یعنی میگه با این که دیکتاتور بود اما فقط به فکر خودش نبود و اومده بود که وضعیت نابسامون کشورش رو اصلاح کنه. سعی کرد دست اجنبی ها رو از ایران قطع کنه. اما باز وقتی جلوتر میریم از تلاش رضا شاه برای صنعتی کردن و تجارتی کردن ایران میگه. از کارخونجات، مدارس، ساختمون های تازه و بیمارستان ها و موزه ها و پروژه های بزرگ که برای پیشرفت و توسعه ایران انجام داده بود میگه. اما کنارش هم میگه که بخش زیادی از زمین‌های کشاورزی مازندران تحت مالکیت اون شده بودند و بیش از 20 میلیون دلار توی حساب‌های شخصیش پول داشت. مینسپو میگه که در رژیم رضا شاه بودجه کل کشور، بودجه شهرداری‌ها و بودجه‌های خصوصی همه با هم مخلوط می‌شدن و هیچ شفافیتی هم برای مسائل مالی وجود نداشت. سیاست‌های مالیاتی رضا شاه هزینه‌های زندگی رو مخصوصاً برای طبقه فقیر بیشتر کرده بود و مالکان عمده رو هم از پرداخت مالیات‌های مستقیم معاف کرده بود و طبقه جدید سرمایه‌دارها رو ثروتمندتر. تورم، مالیات‌های سنگین بی‌مورد و گاهی حتی خنده‌دار سطح زندگی توده مردم رو پایین‌تر آورده بود. مینسپو از علاقه رضا شاه برای ساختن ساختمان‌های مختلف صحبت می‌کنه و میگه که ساختمان برای رضا شاه دیگه یک وسیله نبود، بلکه تبدیل به یک هدف شده بود. تعداد این ساختمان‌ها اونقدر زیادن که مینسپو یه جایی از کتاب میگه اینکه رضا شاه چگونه توانست در این مدت کوتاه این همه ساختمان بنا کند یکی از اسرار او به شما می‌رود. اما در ادامه مینسپو بعضی از اقدامات رضا شاه رو هم فراموش نشدنی میگه. تسهیل و پیشرفت حمل و نقل کشور رو و تکمیل راه آهن سراسری رو از همون اقدامات خیره کننده رضا شاه میخونه. راه آهن ایران رو یکی از برجسته ترین شاهکارهای مهندسی جهان میدونه که با همت رضا شاه ساخته میشه.
در واقع اگه بخوایم تمام ویژگی هایی که میلسپا از رضا شاه میگه رو توضیح بدیم، وقت ویدئو خیلی خیلی طولانی میشه. اما بهتره چند تا نمونه دیگر رو هم با هم مرور کنیم و اگه به این ویدئو علاقه مند شدید، خودتون کتاب ها رو به صورت کامل بخونید. مطمئنم پشیمون نمیشید. میلسپا بعدش میگه که در زمینه بهداشت رضا شاه کار خودش رو با ساخت بیمارستان ها شروع میکنه، ولی متاسفانه بحث پیشگیری و بهداشت جامعه رو نادیده میگیره. یعنی توی هیچ شهری لوله کشی آب نمیسازه و در نتیجه خوردنی ها و آشامیدنی ها همچنان آلوده میمونن. رضا شاه به آموزش علاقه من بود و از تعداد بی سوادان کم کرد و پیشرفته آموزشی خوبی رو هم به وجود آورد. اما در مورد کشاورزی هیچ کدوم از فعالیت های بزرگ سازندگی رضا شاه مربوط به طرح‌های بزرگ آبیاری نبودند. رضا شاه کشاورزا رو که اکثریت جمعیت ایران بودن رو استثمار کرده بود و زیاد به فکر معاش این قشر از جامعه نبود. ولی با همه این اوصاف یک تشبیه جالبی از رضا شاه داره. اون میگه که اگه پهلوی بیشتر شبیه جورج واشنگتن بود و نقش محدودتری رو بازی میکرد، احتمالاً دولت و مردم خیلی از کارها رو خودشون انجام میدادن و کشور هم در دراز مدت پیشرفتهای واقعی تر میکرد. با این وجود اگه کسی تمام برنامه های چند سال رو ارزیابی کنه، معلوم میشه که زیان بخشترین کاستی ها و یعنی همون کمبودهای رضا شاه در وسایلی بود که به کار میبرد، یعنی دیکتاتوری، فساد و ترور. این جملاتی بود که میلسپا درباره رضا شاه میگه. در ادامه هم میلسپا میگه که رضا شاه قانون اساسی رو لغو نکرد، پارلمان رو تعطیل نکرد و هیئت وزیران رو هم منحل نکرد، اما در عمل به کلی برخلاف روح قانون اساسی عمل و خیلی از موارد اونو نقض میکرد. انتخابات انجام میشد ولی شاه بر اون نظارت داشت. پارلمان دست نشانده، ترسو و فاسد قوانین رو طبق خواست رضا شاه تصویب میکرد. آزادی مطبوعات و آزادی بیان رو گرفته بود و از ترور هم برای رسیدن به مقاصدش استفاده میکرد. درباره این جملهش، یعنی همین ترورها، هم اینجوری توضیح میده که به من گفتند که بسیاری از رجال و شخصیت‌ها در زندان مسموم یا با آمپول هوا کشته شدند. افرادی مثل فیروز، تیمورتاش و سردار اسعد بختیاری. یادتونه که درباره علی اکبر داور یه ویدیوی کامل ساختیم؟ میلسپو داور رو یه فرد بسیار لایقی میدونست که در نهایت خودکشی میکنه و میمیره. راستش اینکه قطعات پازل تاریخ رو کنار هم قرار میدیم، یعنی این قطعات کنار هم قرار میگیرن، واسه ما خیلی جالبه. اینکه قبلا درباره علی اکبر داور خوندیم و حالا دوباره یک نفر دیگه از یک زاویه دیگه بهش نگاه میکنه، واسمون خیلی جذاب میشه. بگذاریم. با گذشت زمان و کنار گذاشته شدن مشاورای خوب، اطراف رضا شاه رو افراد بی خاصیت پر میکنن و شاه به هر رذالتی پاداش و هر فضیلتی رو مجازات داد. در مجموع کتاب‌های آرتور میلسپو دید خیلی خوبی از ایران بین سال‌های 1301 تا 1323 میده. میلسپو وقایع مهمی رو توی ایران شاهد بود. نهضت جمهوری خواهی، امتیاز نفت شمال و سرکوبی شیخ خزعل توی خوزستان از همون وقایعی هستن که میلسپو کم و بیش درباره‌شون صحبت کرده. به جز اینها آمار و ارقام جالبی هم توی جای جای کتاب وجود داره که واسه کسی که علاقه به تاریخ داره میتونه واقعا جذاب باشه. اما خود میلسپو تقریبا 11 سال بعد از اینکه از ایران میره، تو سال 1955 و در سن 72 سالگی میمیره و کتابهای ارزشمندی از خودش به جا میذاره. بازم میگم موضوعات واقعا جذاب زیادی توی هر دو تا کتاب مطرح شدن که توی ویدیوهای جداگانه احتمالا به اونها میپردازیم و این قسمت رو اختصاص دادیم به رضا شاه از نگاه آرتور میلسپو. طبق معمول منابع رو هم در انتهای ویدئو و هم توی بخش توضیحات قرار میدیم و پی دی اف کتاب مأموریت آمریکا در ایران، یعنی همون کتاب از مأموریت اولش، رو توی کانال تلگرام به آدرس The Gate of History قرار میدیم تا اگه دوست داشتید از اون هم استفاده کنید. اما نکته جالب این فایل اینه که انتشارات پیام اونو توی سال 2536 شاهنشاهی منتشر کرده که میشه 1356 خورشیدی.
من حمید هستم و شما کانال دروازه تاریخ رو تماشا کردید. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.